بهتون راهی را آموزش میدم که بدون دردسر تا 78% در سال سود کنید بچه‌ها. یه راه مطمئن، آسون و کم ریسک، بهش میگن استیک کردن. این قسمت با استیک کردن تو پرسودترین صرافی دنیا آشنا میشید. این ویدیو را از دست ندید بچه‌ها. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستای گل. من رمان طلا هستم و این کانال یوتیوبی من هستش. اینجا در خصوص کسب درآمد صحبت میکنیم، در خصوص بیزنس ها صحبت میکنیم، در خصوص فرصت های مالی صحبت میکنیم. هر قسمت مسابقه داریم، هدیه میدیم، قرعه کشی میکنیم، جایزه میدیم. جایزمون شرکت توی دوره تخصصی آنلاین هستش، یه دوره یک ساله به اسم دوره 11 گام، ارزشش 800 تومان. لینکش رو دیسکریپشن میذارم، برید ببینید ارزشش رو داره. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ آموزش، بریم سراغ مسابقه این قسمت بچه‌ها. صفحه نمایش من. بچه‌ها، اون چیه که شهر داره اما خونه نداره، کوه داره اما درخت نداره، آب داره اما ماهی نداره. جوابش خیلی آسونه، جواب درست رو هم بنویسید. تمام کسایی که جواب درست رو به این چیزا میدن تو قسمت بعد تو قرعه کشی شرکت داده میشن و برنده شانس این رو داره که به رایگان تو دوره 11 گام ثبت نام کنه. بچه‌ها خیلی خوشحالم میکنید که این کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید تا مثلا آپلود ویدیو جدید از انتشارش مطلع شید. همچنین یه لایک هم اگه نثار این ویدیو کنید راه دوری نمیره. دوستتون دارم. بریم سراغ آموزش. بچه‌ها این قسمت می‌خوایم از استیک کردن پول بسازیم. استیکینگ ارز دیجیتال. اما استیکینگ چی هستش؟ کاملاً شبیه به سود بانکی میمونه بچه‌ها. انگار پولتو تو بانک گذاشتی. با این تفاوت که بانک‌های داخل کشور تا 15% بیشتر سود نمیدن، اما تو این حالت تا 78% هم میتونید سود ببرید. شما هفته به هفته یا ماه به ماه میتونید پولتون رو برداشت بکنید، حتی روز به روز میتونید پولتون رو برداشت بکنید و یعنی یه سرمایه گذاری بی نظیر. میخوام شما رو با صرافی غیر متمرکز پنکیک سواب آشنا بکنم، صرافی که از سال 2020 روی بستر بایننس اسمارت چین توسعه پیدا کرده و این روزها خیلی گل کرده بچه، خیلی سر زبون ها افتاده، اونم بابت سود خیلی بالاییه که به سرمایه گذارهاش میده. امروز قصد دارم صفر تا صد اینکه چطور میتونید داخل این صرافی سرمایه گذاری بکنید رو بهتون آموزش بدم. اما قبلش اجازه بدید در خصوص دو واژه متمرکز و غیر متمرکز بودن صرافی ها باهاتون صحبت کنم، بهتون توضیحش بدم، چون که واژه های خیلی مهمی هستن، باید بشناسیدشون، بحث روزن. ببینید بچه ها، بهتون گفتم که پنکیک سواب یه صرافی غیر متمرکزه. این یعنی مخصوصا برای ما ایرانی ها امنیت بالایی داره، این یعنی اینکه کلاهبرداری توش کمتر اتفاق میفته. تا قبل اومدن صرافی های غیر متمرکز همه صرافی ها بچه ها متمرکز بودن، مثل صرافی بایننس که یک صرافی متمرکز هستش. صرافی بایننس تقریبا بزرگترین صرافی آنلاینه. اوکی، متمرکز بودن به این معنیه که بین شما و مشتری یا بین شما و خریدار یه شخص سومی هم وجود داره که همون تو مثالمون همون مثلا بایننس هستش. وقتی شما ثبت سفارش میکنی تو اوردر بوک بایننس این سفارش ثبت میشه و بعد بایننس میاد میگرده دنبال مشتری یا خریدار و کار رو انجام میده. این شخص سومه تو حالت متمرکز هستش. اما تو حالت غیر متمرکز بچه‌ها این شخص سوم و این واسطه در واقع حذف شده. یعنی تو مثال قبلیمون دیگه بایننسی در کار نیست که معاملات رو جفت و جور بکنه. اینجا خود خریدار مستقیم به فروشنده وصل میشه. اینجا خود ما میتونیم مستقیم فروشنده یا خریدار باش معامله بکنیم بدون اینکه واسطی در کار باشه. این خوب هستش از اون جهت که امکان کلاهبرداری صرافی‌ها رو کم می‌کنه، مخصوصا برای ما ایرانی‌ها یه مزیت صرافی غیر متمرکز، چون تمامی متمرکزها مدام از ما احراز هویت میخوان، رامون نمیدم و اینجور مشکلات شما داریم. اما اینجا کسی کاری به کارت نداره، اصلا هیچ حسابی داخل صرافی غیر متمرکز مسدود نمیشه با توجه به این موارد و اینکه امکان هک هم توش کمتر هستش بچه. پس از هر جهت یه مزیت صرافی غیر متمرکز و پنکیک سواب هم یک صرافی غیر متمرکز هستش. حالا بریم سراغ اینکه چطور میشه توی مجموعه کار کرد و سرمایه گذاری کرد. صفحه نمایش من بچه. خب بچه، این صرافی پنکیک سواب هستش. این بالا نوشته که حواستون باشه که آدرس این صرافی pancakeswap.finance هستش. مراقب باشید که اشتباه نکنید، گیر کلاهبردارها نیفتید، کسایی که ظاهر شبیه این رو آماده میکنن آدرس رو بعد یه مقدار تغییر میدن و شما به اشتباه گیر اونها میافتید. من آدرس وبسایت رو دقیقاً تو دیسکریپشن مینویسم تا از اون استفاده کنید. اینجا بچه ها نوشته قیمت هر کیک رو نوشته 15 دلار. کیک چیه؟ واحد پول صرافی پنکیک سواب هستش. یعنی خود صرافی پنکیک سواب یه واحد پول هم داره، یه توکن هم داره، اسمش هم گذاشته کیک. خب اسمش پنکیک سواب، اسم توکنش هم گذاشته کیک، یه کار باحالیه. هر کیکی الان 15 دلاره، یعنی اگه شما میخواید 10 تا کیک بخرید باید 150 دلار باید پول خرج بکنید.
اینجا زبان‌های مختلف هستش، اینجا هم اتصال به کیف پولتون که کیف پول‌های مختلفی رو داره، بعد اینکه به کیف پولتون متصل میشید میتونید معاملاتتون رو انجام بدید. این پایین یه سری اطلاعات جالب داره، میگه که ما 2,800,000 تا یوزر داشتیم تو 30 روز گذشته، 31,000,000 تا فقط ترید معامله انجام شده و همچنین 28,000,000,000 ما استیک داریم، پول استیک شده داریم، کاری که ما امروز میخوایم انجام بدیم، میخوایم استیکینگ انجام بدیم دیگه. برای استیک انجام دادن تو این صرافی بچه ها از منوی ارن روی پولز کلیک کنید، این صفحه براتون ظاهر میشه. البته یه مقدار ممکنه زمان بگذره تا این صفحه ظاهر بشه چون این اطلاعات باید لود بشن برای شما. تو این صفحه استخرهای مختلفی هستش بچه ها برای سرمایه گذاری کردن، تو همه اینها شما میتونید سرمایه گذاری کنید، به اینا میگن استخر. مثلا این میگه من 76% سود میدم، این دوتا از مهمترین استخرهای این صرافی هستن که استخر خودش هستن. اوکی، اوتوکیک، منوال کیک. اوتوکیک 76% سود میده، منوال کیک 57%. فرقشون چیه؟ تو اوتوکیک سودی که به دست میارید بچه‌ها سودیه که دوباره به صورت خودکار سرمایه گذاری میکنه این سیستم برای استیک کردن، یعنی یه سود مرکب هستش، سود رو سود میاد. اما تو حالت منوال سودتون رو خارج میکنه، به صورت خودکار سرمایه گذاری نمیکنه و استیکش نمیکنه، برای همینم هم خب 57% نصیبتون میشه. این بغلی ماشین حساب هستش بچه‌ها که حساب کتاب میکنه. مثلا اگر ما 1,000 دلار بخوایم سرمایه گذاری بکنیم روی این سیستم، ظرف یک سال 762 دلار سود میکنیم، به اضافه 1,000 دلارمون میشه 1,762 دلار. این به این معنی نیست که من یک سال پولمون باید بلوک بشه یا اینجا باید مسدود بشه، نه، هر موقع که دلمون خواست پول رو میتونیم آزاد بکنیم هر موقع، اما اگر یک سال نگرش داریم انقدر. ماهی چیزی در حدود 47 دلار سود بهمون میده، ماهانه هم میتونیم حتی برداشت داشته باشیم. اوکی، همین اگه بخوام بچا با بانک‌های داخل ایران مقایسه کنم، 1000 دلار رو مثلا 30,000,000 تومان در نظر بگیرم، هر دلاری 30,000 تومان، این 30,000,000 تومان اگر 15% به من بانک ایرانی سود بخواد بده، یعنی 4,500,000 تومان سود کردم، یعنی با 30,000,000 تومان خودم شده 34,500,000. اوکی، حالا تو این مجموعه 1000 دلار اولم به اضافه چه ظرف یک سال 762 دلارم اینجا میشه 1,762 دلار، ضرب داره هر دلاری 30,000 تومان میشه 52,000,000 تومان. ببینید تو بانک 34,000,000 تومان، اینجا 52,000,000 تومان. برای همینه که میگم اینجا یه فرصت بکر برای سرمایه گذاریه. خب بیایید مابقی استخر رو بهتون توضیح بدم بچه ها. اینها مابقی چی ها هستن غیر این دوتا؟ این هم یه استخر دیگه است. اینها استخرهایی هستن، ممکنه توکن هایی باشن که شما اسمشو نشنیده باشید یا خیلی توکن های نوپایی باشن. مثلا توکنی به اسم QI، اوکی، 56% سود میده. این توکن ها بچه ببینید، این درصدایی که اینجا میبینید، همین درصد حتی مدام در حال تغییر کردنه. من وقتی الان حدودا یک ماه من این مجموعه رو دارم رصد میکنم، مدام درصداشو هر روز میام چک میکنم، دیدم که از 72% مثلا تو اوتوکیک از 72% تا 78% این مدام بالا پایین شده. چی میشه که درصد میره بالا، چی میشه که درصد میاد پایین؟ هر چقدر که تعداد سرمایه گذارها بیشتر باشن درصد میاد پایین تر، هر چقدر که تعداد سرمایه گذارها کمتر باشن درصد میره بالاتر. تو توکن های جدید به محض اینکه لیست میشن، چون تعداد سرمایه گذارشون کم هستش بچه ها، واسه همین یهو میبینی سودهای نجومی میده، یهو میبینی 40,000% تو 3 ساعت اول سود میده. و خیلی ها هستن که اصلا کارشون همینه، شکارچیه اینن که بخوان توکن هایی که تازه ریلیس میشه رو بخوان پیدا کنن. حالا من چطور، من خودم تو این توکن سرمایه گذاری کردم، حدودا 4 روز پیش چیز در حدود 40,000% بود، تا 3 ساعت اولش 40,000% سود داد. چطور متوجه شدم که این توکن لیست شده؟ ببینید بچه ها، اینجا تو این قسمت یه کانال تلگرامی اینا دارن، اینجا اینو باز میکنم براتون. این یه کانال تلگرامی هستش که تمامی اطلاعیه ها رو اینجا بهتون میدن. اینا دیگه فوتای کوزه‌گری کاره ها، اینا رو باید شما، این کانال رو شما باید دنبال بکنید. تو این کانال الان بهتون نشون میدم همون خبر رو، ببینید اینا کوین QI میگه که لیست شده با 41,000% سود بچه‌ها. اوکی، من از همین طریق متوجه شدم که این لیست شده و سریعا رفتم روش سرمایه گذاری کردم. یه چیز دیگه که هستش که باید بهتون توضیح بدم اینه که بچه‌ها
ببینید تو این کوین هایی که اینجا لیست میشه یه چیزی اینجا نوشته اند، نوشته یعنی این تموم میشه بعد اینکه حالا 1,612,000 تا بلوک پر بشه. حالا این دوتای اولی اندی ندارن یعنی نامحدود هستن، اما مابقی اند دارن یعنی یه تایمی تموم میشه. چطور بفهمیم که این تایمش کی تموم میشه؟ اینجا یه گزینه ای هستش، روی این اگه بخواید شما کلیک بکنید، این اگه بخوام بازش کنم بهتون دقیقا میگه که تو چه تایمی این تموم میشه. الان برای این توکن 59 روز دیگه بچه ها طبق تخمینی که میزنه 59 روز دیگه زمانش تمام میشه. یه چیز دیگه که خیلی به مشکل برمیخورن بچه ها و خیلی دلواپس ازم میپرسن، بازم پیام میفرستن، خیلی مشکل جدی واسهشون میشه، اینه که بعضی اوقات میشه 58 روز میگذره 60 روز میگذره و این تموم میشه، از این لیست میاد بیرون و بعد خب طرف میگه که خب این کجا هستش، الان چطور با سودمو خارج بکنم. اینجا بچه ببینید یه قسمتی هست به اسم فینیش، اینو وقتی شما بزنید اینجا که اونایی که از لیست خارج شدن اینجا دوباره هستن، یعنی به راحتی شما دوباره روی دیتیلز کلیک میکنید و از طریق گزینه هاروست برداشتتون رو انجام میدید به همین سادگی. بس نگران نباشید سودتون هیچ جا نمیره. تو ادامه میخوام بهتون نشون بدم که چطور میشه دقیقاً روی سیستم سرمایه گذاری کرد. یه تجربه خودم دارم، این کار رو انجام دادم حدود 20 روز پیش، میخواستم تست کنم ببینم که به چه شکله و بعد بخوام محتوای آموزش رو تهیه بکنم. بریم اون قسمت رو ببینیم که چطور میشه یه استیک انجام داد بچه ها، استیکینگ انجام داد. خب بچه ها بریم سراغ این که بهتون نشون بدم که چطور میتونیم استیکینگ انجام بدیم. وقتی رو دیتیلز میزنیم کانکت والت میاد، وقتی رو کانکت والت میزنیم میتونیم متصل شیم به کیف پولمون. رو کیف پول یه تاییدیه میاد، روی کانکت کلیک میکنیم انجام میشه، به جای کانکت والت گزینه انیبل میاد. وقتی انیبل رو میزنیم یه تاییدیه دیگه بچه ها روی کیف پول میاد که اون رو هم تصویرشون براتون میذارم، رو اپروف کلیک میکنیم. یه کارمزد ریزی رو باید پرداخت بکنیم در حد 7-8 سنت و بعد از اینکه انیبل رو فعال کردید گزینه استیک اینجا ظاهر میشه. حالا بیایم داخل کاربری من اینجا استیکینگ رو انجام دادم و برای تست میخواستم بهتون نشون بدم. رو دیتیلز میزنم و یه همچین صفحه ای بچه براتون ظاهر میشه. من 9.5 واحد از توکن کیک رو استیک کردم، الان 20 روزم ازش گذشته. روی این به اضافه کلیک میکنم یه همچین صفحه ظاهر میشه. شما به اضافه این به اضافه اینجا گزینه استیک رو دارید. رو گزینه استیک کلیک میکنید یه مقدار ممکنه زمان بگذره، اتصال به کیف پول و اینا ممکنه زمان بر باشه، در حد 1-2 دقیقه. اوکی، یه همچین صفحه ظاهر میشه. اینجا میتونید مشخص کنید که درصدی هم داره بچه‌ها، میتونید مشخص کنید که چند واحد از توکن کیکتون رو میخواین استیک کنید، چقدر از پولتون رو میخواین استیک کنید، نصفش رو، همش رو، چقدرش رو. اوکی، شما بالاخره یه کیک خریدی الان میخواین اینجا استیک کنید دیگه، روی کانفرم کلیک کنید، دوباره روی کیف پول یه تاییدیه میاد، هزینه تراکنش رو پرداخت میکنید و استیکینگ اینجا فعال میشه بچه‌ها. همه اینها زمان بر هستش و یه مقدار باید زمان بگذره ازش داخل شبکه باید تایید بشه، یه نوع تراکنش حساب میشن همشون. وقتی استیکینگ رو انجام میدید به این شکل در میاد داخل مرورگرتون، عدد رو اینجا میبینید به همراه سودش. من 9.5 واحد استیک کرده بودم که الان 9.8 دهم شده، در واقع 3 دهم توکن کیک بچه ها من سود کردم، تقریبا با قیمت الان چیز در حدود 8 دلار میشه. سمت چپ 7.35 دلار نشون میده که الان 20 روز گذشته به هم سود داده بابت 9.5 واحد توکن کیک. بچه ها من وقتی با این سیستم ها آشنا شده بودم یه سوال ذهنم رو خیلی درگیر کرده بود، اینکه این 78% سود از کجا میاد. خیلی از افراد آماتور شاید فکر کنن که اون صرافی میره با پولشون سرمایه گذاری میکنه یا میره ترید انجام میده، میره معامله گری میکنه و در نهایت یه سودی به دست میاره و سودش رو تخص میکنه. نه بچه ها، این شکلی نیستش، مخصوصا تو صرافی های غیر متمرکز. من بهتون گفتم که شخص سومی در کار نیست، کسی نیست که بخواد پولتون رو ببره سرمایه گذاری کنه یا بره معامله انجام بده. اینجا باز چه اتفاقی میفته؟ میخوام این رو بهتون توضیح بدم، ممکنه توضیحاتش مقدار پیچیده باشه، اما اگر هم چیزی دستگیرتون نشود حداقل با یک سری کلید واژه ها آشنا میشید تو توضیحات من که میتونید اون کلید واژه ها رو سرچ بکنید و اطلاعاتتون رو بالاتر ببرید. من سعی میکنم تو ساده ترین شکل ممکن توضیح بدم که این 78% سود از کجا به دست میاد. ببینید بچه‌ها، تمامی بلاکچین ها یه نقطه مشترک دارن و اون اینه که
تمامی معاملات توشون باید اعتبار سنجی بشن، رو تمامی معاملات باید مهر تایید بخوره. اوکی، این کار تو سیستمای مثل بیت کوین اینجوری انجام میشد که خب یک سری ها سخت افزار می‌خریدن، بهش میگفتن ماینر، بهش میگفتن دستگاه استخراج، و در واقع اینها با این دستگاه ها، اسم این روش اصلا از پروف اف ورک، اوکی، با این دستگاه ها دارن کار اعتبار سنجی رو انجام میدن، دارن معاملات رو دارن تایید میکنن و کارمزد میگیرن، پاداش میگیرن، جایزه میگیرن به ازای تایید معاملات. اوکی، این روش مشکلاتی هم داره، مثل مصرف برق خیلی زیاد، روش پروف اف ورک، روشی که بیت کوین آوردش. به تازگی یه روش دیگه ای اومد، بهش میگن سازوکار اجماع، پروف اف استیک. این روش همین روشیه که ما ازش داریم پول میسازیم، در واقع با استیک کردن پول، با انباش کردن پول، با بلوک کردن پول، ما حق رأی به دست میاریم و از حق رأیمون میتونیم کسب درآمد بکنیم. یه روش دیگه ای برای اعتبار سنجی، یک روش دیگه ای برای اینکه این معاملات رو ما روش مهر تایید بزنیم. نمیخوام زیاد گیجتون بکنم، خیلی شبیه به ماین کردن میمونه بچه‌ها، انگار دارید ماین انجام میدید. اوکی، و این 78% سود تماما از کارمزدها میاد، از کارمزد معاملات دیگران. یه سوال دیگه‌ای که ممکنه پیش بیاد اینه که آیا امکان هک شدن چنین سیستم‌های، امکان هک شدن سیستم‌های غیر متمرکز که بهش سیستم‌های دیفای هم میگیم بچه‌ها، آیا امکان هک شدن دیفای‌ها وجود داره؟ اتفاقاً همین چند ماه پیش همین مجموعه پنکیک سواب هک شد، وبسایتش، یعنی وبسایت دست هکرها افتاد، اما هیچ کدوم از کاربران متضرر نشدن، در واقع حساب هیچ کی خالی نشد، چون که تمامی دارایی های شما تحت عنوان یک قرارداد هوشمند ثبت شده و نمیشه این دارایی رو جابجا کردش. در واقع هکرها سایت رو در اختیار داشتن و تنها کاری که تونستن بکنن این بودش که تو صفحه اصلی وبسایت پیام دادن که آقا رمز خصوصیتون رو بیاید بدید به ما، بدید به وبسایت، مشکلی پیش اومده بعد رمز خصوصیتون رو بدید. در واقع کسی که یه مقدار با بازارهای مالی آشنا باشه میدونه که این رمز خصوصی حکم رمز گاف صندوق شما رو داره، در اختیار هیچ کسی نباید قرار داد، و اگر پلتفرمی، شخصی، نرم افزاری از شما رمز خصوصیتون رو بخواد، در واقع بوی کلاهبرداری میاد. اینطور که من هم خوندم تو اون جریان حالا اتکی که دادن هکرها به پنکیک سواب، کسی ضرر نکرد، چون که خب هم الان دیگه باهوشم میدونن که واقعا رمز خصوصی رو نباید دست کسی داد. جریان هکشون هم به این صورت هستش. یه سوال آخر، سوال خیلی مهم، این که چطور میشه که ما ضرر بکنیم؟ این خطرات این بیزنس چه، خطرات این سرمایه گذاری چی هستش؟ ببینید، بدترین خطری که ممکن اتفاق بیفته اینه که شما کیک رو، کیک چی بود؟ واحد پول پنکیک سواب بود دیگه، یعنی شما دلارت رو، پولت رو تبدیل به کیک میکردی و بعد با کیک میومدی سرمایه گذاری میکردی. مثلا 10 تا کیک میخریدی، قیمت هر کیک 15 دلار بود، چیزی که داشتیم می‌دیدیم. 10 تا کیک می‌خری بعد میت سرمایه گذاری می‌کنی مثلا. بدترین اتفاق اینه که قیمت کیک بریزه. اگر کیک رو مثلا، البته اینو بهتون بگم که این واحد خیلی واحد با ثباتی هستش، یعنی اینجوری نیستش که هر واحد کیک یهو بره بالا یهو بیاد پایین. از موقعی که این صرافی افتتاح شده تا امروز من دیدم قیمت این ارز از 9 دلار بوده تا 40 دلار. اوکی، تو همین بازه بالا پایین کرده. بیشترین حدش 40 دلار بوده و کمترینش هم 9 دلار. اگر شما یک کیک موقع سرمایه گذاری کیک رو با قیمت 10 دلار بخری و بعد موقع 6 ماه بعد، یک سال بعد، موقعی که میخوای سرمایه گذاری خارج بشی، ببینی کیک شده 40 دلار، خب اینجا کیفت کوک میشه، یعنی دو لبه سود کردی، هم سود رو گرفتی، هم 78% رو گرفتی و هم سرمایه اولیت هم 4 برابر شده، که این اتفاقا میفته بچه. اگر بریز قیمت، یعنی شما با 20 دلار مثلا کیک رو خریدی و موقعی که میخوای سرمایه گذاری تموم شده، 6 ماه بعد، یک سال بعد، میخوای پولو برداری، میبینی که قیمت هر کیک شده 10 دلار. خب اینجا یعنی سرمایه اولیت هم نصف شده. اینجا یعنی اتفاق بدی افتاده. باید حواستون به مثلا رمز ارزی مثل بیت کوین باشه. باشه، بیت کوین مادر بقیه ارزهاست و در واقع وقتی قیمتش میره بالا، بقیه هم باش حرکت میکنن رو به بالا. وقتی میاد پایین، بقیه هم حرکت میکنن میان رو به پایین. پس اگر الان قیمت بیت کوین نزولی هستش، شما میبینی که قیمت کیک هم داره نزولی میشه. اگه قیمت بیت کوین سعودی باشه، قیمت کیک هم سعودی میشه. و اینو باید حواستون باشه تا این سرمایه گذاری مطمئن داشته باشید. مهمترین خطر اینه که قیمت کیک بریزه پایین. خب بچه‌ها، ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو رو همراه من بودید. اگر سوالی در خصوص صرافی پنکیک سواب دارید میتونید ازم بپرسید از طریق دایرکت اینستاگرام یا اینکه کامنت زیر همین ویدیو. قبل اینکه بخوایم ویدیو رو تموم کنیم، اجازه بدید بریم سراغ قرعه کشی قسمت پیش. اول قرعه کشی قسمت پیش و بعدم خدافظی. صفحه نمایش شما بچه‌ها. خب بچه‌ها، این تمامی کامنت ها هستن، من کسایی که جواب درست دادن داخل این فایل تکست ذخیره کردم. یوزرها یه کپی ازشون میگیرم،
میریم توی گوگل، طبق معمول می‌نویسیم سلکشن رندوم تولز، ابزاری که همیشه ازش استفاده می‌کنیم برای قرعه کشیامون. این وبسایت، تو این وبسایت یه کادری هستش که اینجا یوزرهامون رو پیست می‌کنیم، این تمامی یوزرها بچه‌ها، و در نهایت هم رندوم چویس. این یوزر یوزری هستش که میتونه با هم تو اینستاگرام تماس بگیره و هدیهش رو دریافت کنه. باز هم ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. باز هم خیلی ارزش داره که تا ثانیه های آخر میبینید. دمتونم گرم. اگر پیج اینستاگرامی رو هنوز که هنوز فالو نکردید، پیشنهاد میکنم فالو کنید. ما روش محتوای ارزشمندی رو روزانه منتشر میکنیم، محتوایی که دردتون بخوره، ارزشمند باشه. کانال یوتیوبی رو هم اگر هنوز که هنوز سابسکرایب نکردید، خیلی خوشحال میکنید که سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید، یه لایک هم نسار این ویدیو کنه، جای دوری نمیره. دوستتون دارم بچه‌ها، و تا ویدیوی بعد.